میدونن این آقایون صبر استراتژیک دارن. تایمز آف اسرائیل، تایمز اسرائیل 6 روز قبل، 21 نوامبر میگه، 6 روز قبل از شهادت میگه بخش هسته‌ای هدف اصلیه، در ضمن بدونید ایران واکنش هم نشون نمیده. چرا؟ چون میشناسه دولت ما. شورای اتلانتیک گفته دموکرات‌ها همه دعوت به صبر استراتژیک میکنن. آره شما چی نگید دیگه، بذار بزنه، بذار این بیاد بزنه، بذار غرور ملیتون رو با خاک یکسان کنه، بذارید دانشمنداتون رو بکشه، بذارید پالس بفرسته بر مردمتون که غیرت ندارید، بذارید پالس بفرسته بر مردم که امنیت ندارید، بذارید که میخواد بکنه بکنه، شما ناراحت نباشید، صبر استراتژیک داشته باشید. شما از یه طرف میبینید مثلا دولتی‌ها میگن آره ما فکر کردیم ما بچه‌ی ما تو بازی نمیافتیم، بله شما که کلا از هر بازی میترسید، شما گربه اون ور رد میشه پخ میکنید میگید میترسید اینجا، شما رو نمیگم آقا، شما اصلا خودتو ناراحت نکن، شما اصلا ته یه بنده خدایی بودی، یه خانمی داشت با یه آقای با شوهرش داشت میرفت، بعد شوهرش این سوسولا بود، یکی اومد به این خانم مطرک انداخت، گفت تو غیرت نداری نمیخوای بریش برخورد کنی، رفت زدی شونه یارو، گفت تو بدی بدی بدی، تو بابا من نگفتم که بکشش، گفتم برخورد ساده کن، شما از اینایی، شما خودتو ناراحت نکن، شما یه سری اتفاقات بعضا تو خونه تونم بیفته دیگه تنش به وجود نیاد. خب این از اون شما رو عرضم، بارها گفتم این عبارت رو به شوخی دارم استادم اینا دارن نمیفهمن، بابا با اینا با شطرنج برره بازی کن، اگه تحلیل پذیر بشی تو 7 تا 8 تا حرکت شما رو بفهمه چی دیگه، بعد لنگ دمپوری بزنی وسط، ما تحلیل پذیر شدیم، یعنی دقیقاً دیگه ما رو انقلابی نمیدونن، فلوچارت رفتارمون رو کشیدن. اگر این کارو بکنیم آری خیر، اگر آری این، اگر خیر این، همه چی رو چیدن. فخری زاده رو بزنیم، شهادت منجر میشود نمیشود، اگه 1% نشد چی کار باید بکنیم، اگه شد چی کار باید بکنیم، پاسخ احتمالی ایران چیه، پاسخ میدهد این، نمیدهد این، اگر پاسخ میدهد پاسخ چیست، موشکیه تو خلیج فارس میخواد اتفاق بیفته، معادلش میخوان یه سری افراد از رژیم سرویسی رو بزن، هر چی من چه میدونم. خب همه اینا رو چون میتونن تحلیلمون کنن، بعد میشن روی اونا کار میکنن، خطر و هزینه رو بر خودشون پایین میارن، فلزو اقدام میکنن. شما فکر کرده این ترامپ چرا داره خودشو دیوونه نشون میده؟ چون میخواد به تو برسونه که تحلیل پذیر نیست، شما نمیتونی تحلیلش کنی، قابل پیشبینی نیست، میخواد این قماربازه، این نونش از گمبلینگ در میاره، خب این قماربازه، این بازی پوکر انجام میداده، میدونه باید بلوف بزنه. مگه این همون کسی نبود که میگفت اگر پاسخ بدی 52 تا نقطه رو در ایران می‌زنیم، از حرم امام رضا و بیت رهبری گرفته تا 33 پل. من نمی‌گفت چه نظر یه بلوف بود عمدی، نه برای همین میگم نه دارن آقا این دیوونه است ببخشید بزنید، نه اصلا بخشی از بازیشونه، بخشی از این پازله، ببین چیکار می‌کنه، پیش بینی پذیر شدید، خیالشون راحته، مطمئن بودن از برجام بیرون نمیان، میدونستن یه مش سخه، یک سری انسان بزرگوار آمریکا هم بره میگن با اروپا نگم داره، اروپا هم بره یا تنهایی جلو پرچم خودمون باید میسه، از اون لبخندهای خوشگلش میزنه و میگه برجام خودمون با خودمون نگم داره. من اول اینو برای شوخی تو سخنرانی هم میگفتم، خدا وکیلی چند وقت پیش دیدم یکی تحلیلگراشون داره میگه، میگه ایران حتی که اروپا هم رفت بیرون باید برجام خودش با خودش نگه داره، اینا رسما رد دادن، ما تحلیل پذیر شدیم برای اینا. حتی بنده معتقدم بدترین اتفاق افتاده، یعنی چی؟ یعنی به واسطه این تحلیل پذیری و پیش بینی پذیری ما دارن یه سری انقلابی ها رو کنترل میکنن، یعنی اینا به واسطه ما دارن یمنی ها رو کنترل میکنن. آقا چیکار دارید یمنی ها رو آزاد بزنید؟ الان راهکار میخواد یمنی ها رو آزاد بزنید هر جوری دوست دارن، با اماراتی ها، با سعودی ها، با اسرائیل ها تا کنن، به من و تو چه؟ ما رو که نمیذارن چیزی براشون برسونیم، کاری نداشته باشید آقا، راهکار همینه، الان همین الان آقایون مسئول یمنی ها رو آزاد بذارید، به من شما هیچ ربطی نداره، اینو به هر جو دلشون میخواد بخواد موشک بزنن، به من شما چه؟ بذارید موشکاشونو بزنن، بعدن اینا خودشون میان گریه زاری دم دست شما، تو رو قرآن بیاد به یمنی ها بگید کمتر ما بزنن،
مگه نبود تو لبنان گر رو گر از این امریکایی‌ها چیز می‌گرفتن، گروگان می‌گرفتن زمان جنگ‌های داخلیشون. اول انقلاب ما بود، زمان جنگ بود. هر روز این آمریکایی گردنشون کرد جلوی ما که تو رو خدا بیاید بگید اینا رو آزاد بکنن. هی این هاشمی رفت نشست با اینا، باشه ما میگیم آزاد کن، عوضش چی میدی؟ هی کلا سرش گذاشتن، هی خلفه وعده کردن. اصلا بیس شروع مذاکره مکفارین سر آزادی گروگان‌های آمریکاییه دیگه تو لبنان. شما دارن به واسطه ما که پیش بینی پذیرشون هیچ، به واسطه ما دارن اون غیر قابل پیش بینی ها رو هم، اون انقلابی ها رو دارن کنترل میکنن. اولین کار آقا همینه، ما دیگه با یمن کاری نداریم، بذارید خودشون کارشون انجام بدن. ما با این گروه هایی که در عراق هستن و از حضور قاتلان ابو مهدی مهندس ناراحتن دیگه کاری نداریم، خودشون میدونن. اما حرف ما رو گوش نمیکنه آقا، عراقی ها یه روحیاتی دارن، ولتون هم نمیکنن. عربی یه نفر ازش بکشی یه عشیره رو به جنگ میاره، این خلق ایناست. هنوز پرچم سرخ بالا سر حرم ابو عبدالله، پرچم سرخ در نمادشناسی عربی سر قبر یکی زدن، یعنی خونخواهی صورت نگرفت. این معنی داره این پالس باید فرستاده بشه.